درود به شما براندازهای عزیز. یه چیزی که توی این یه سال هممون خوب فهمیدیم اینه که هر جایی که خالی از ارزشی و ساندیسی باشه بوی شادی و آزادی میده، مثل جایی که یه دختر ناگهان با یه نوازنده شروع به آوازخونی کرده. در حال حاضر این طرفداران رژیم هستن که خودشونو مخفی میکنن. این ملاها هستن که ترجیح میدن از جامعه دور باشن و میتونم بگم حتی خودشون از چیزی که هستن بدشون میاد. اینجا شهر ری هستش. این حاج آقا دوستمون همونی بود که من یه گزارش فرستادم که لباس روحانی تنش میکنه و از ترس اینکه مردم بهش توهین نکنن و متنفر شدن از این لباس، من خدا حالا برگشته و لباساشو داره در میاره. این یه واقعیته که تمام آخونده باید بپذیرن این واقعیت تلخ رو برای خودشون، که دیگه این لباس هیچ جایی تو این مردم نداره. بله، لباساش هم در آورد، الان میکنه توی وسیله کمراشه و میره. مجید خادمی امروز با خداحافظی از مادرش روانه زندان شد. خادمی معترض بازداشت شده در دیماه 1398 بود که دادگاه انقلاب ماهشهر حکم بیش از 10 سال زندانش رو به تازگی تایید کرده. خادمی در حالی که دست‌ها و پاهای مادرش رو می‌بوسید، اشک از چشمان مادرش پاک کرد و شجاعانه و با عزت نفس روانه زندان‌های ضحاک شد. یکی از زیباترین صحنه‌های روز آزادی، لحظه آزاد شدن همین زندانیان سیاسی شجاع از زندان‌های دیکتاتور رژیم که برای دیدنش باید مبارزه کنیم. اما دقایقی قبل تماشاگران حاضر در ورزشگاه سهند تبریز در واکنش به بازداشت یه جیمی جام شعاری دادن که طعن خامنه‌ای رو توی بیتش و خمینی رو توی گورش و البته همه مزدوران رژیم رو به شدت لرزوند. آری که هم یادآور روزهای ترسناکی براشون بود و هم یه پیام خیلی واضح قبل از سالروز مهسا امینی. قبل از اینکه به اقدام فوق شجاعانه بانو سپیده قلیان در دادگاه و چشم در چشم آمنه سادات ذبیح‌پور به عنوان شاکی پردازم، مهمترین خبر امروز رو با هم بررسی میکنیم. این خبر یه ویدیوی خیلی فوریه که در حال انتشار در رسانه‌های حکومتیه و مربوط میشه به خفت شدن علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، کسی که در انقلاب زن زندگی آزادی به صف مردم ایران پیوست و زحمت‌های زیادی برای انقلابمون کشید. امروز یک کلیپ با این متن در رسانه‌های حکومتی منتشر شده. خفت شدن علیرضا آخوندی توسط مردم ایران و اعتراف به مصادره 110 هزار یورو از محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی به انقلاب زن زندگی آزادی. در ویدیو واضحه که آقای آخوندی به شدت ترسیده و حتی به نظر میرسه که اسلحه‌ای به سمتش نشونه گرفته شده. فیلمبردار که کاملا مشخصه یکی از مزدوران رژیمه، قبل از خاموش کردن دوربین بهش میگه دیگه باهات کاری ندارم، اما واقعا مشخص نیست بعد از قطع شدن فیلم چه اتفاقی برای آقای آخوندی میافته. این کلیپ رو تماشا کنید و برداشتتون رو در موردش توی کامنت ها بنویسید. شما تا دیروز میگفتید سنجاق سینه سوئد میزنن. شما که اصلا تو ایران نمیتونید سمتی داشته باشید، چی کاری برای مردم ایران انجام میدید؟ شما فراخون گذاشتید 12 هزار یورو پول جمع کردید. برای چی جمع کردید؟ چرا به مردم ایران نفرستید؟ 110 هزار یورو واسه تظاهرات ما پول جمع کردم. فرستادی برای مردم ایران، برای زندانی های سیاسی فرستادی؟ زحمت کشیده سیاست غرب و تغییر داده. الان چه تغییری پیدا کرده؟ پیدا نکرده. به من بگو، یکیشو به من بگو. بگو دیگه. خیلی از نماینده اومدن، مگه همینا خمینی رو نیاوردن؟ آوردن دیگه. خیلی پر از خیلی از همه تون دارم پره، چون خوب نقش بازی میکنه. دیگه هم با پایین.
یه زمانی خوردن نون و ماست نشونه یه قناعت توی ایران بود. از قدیم وقتی میخواستیم یه مهمون دعوت کنیم بهش میگفتیم بریم یه نون و ماستی پیدا میشه با هم بخوریم. رژیم بی‌لیاقت آخوندی حتی این تعارف رو هم ازمون گرفته. ماست شده 99,000 تومان. یه ماست تو این اندازه روشون نشده 1,000 تومان بزنن روش بگن حداقل 100,000 تومان. آخه بی شرف، چجوری میشه دیگه ماست خرید؟ یعنی قسم میخورم این آخرین ماستیه که ما میتونیم دیگه بخریم. ماست هم از سفرمون حذف شد. سالگرد مهسا امینی، بهتون نشون میدیم که بالاخره استدعایی هم از این مردم در میاد. اما سپیده قلیان بانوی شجاع و آزادی خواه ایرانی همونطور که قلاده بود بدون حجاب اجباری در جلسه دادگاهی که به خاطر شکایت بازجو خبرنگار منفور آمنه سادات ذبیح‌پور تشکیل شده بود شرکت کرد و یه اقدام غافلگیرانه هم انجام داد. خانم قلیان سر عهدش موند و حاضر به پوشیدن روسری نشد، اما این خامنه ای بود که به عهدش وفا نکرد. قرار بود این جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، اما به بهونه آزادپوشی خانم قلیان این اتفاق نیفتاد. برادر خانم قلیان گفت دادگاه به دلیل تن ندادن خواهرم به حجاب غیر علنی بود و ذبیح‌پور به سپیده اتهام جاسوسی زد. سپیده هم در پایان دادگاه به صورت آمنه سادات ذبیح‌پور توف کرد و با صدای بلند گفت این از طرف مردم ایران بود. مطمئنم اگر دست خانم قلیان می رسید یه کشیده آبدار به صورت آمنه سادات منفور می نواخت تا یه تنه دل همه ملت ایران رو خنک کرده باشه. هرچند با همین کارش هم دل هممون خنک شده. سیلی که مطمئنم بالاخره یک روزی اون رو به صورت آمنه سادات خواهد کاشت. اگر براتون عجیبه که یکی مثل آمنه سادات ذبیح‌پور از کجا رشد کرده که تبدیل به یه همچین لجنی شده، کافیه ببینید یکی از اساتیدش چه خرافاتی توی مغزش پر کرده. تحریف واقعیت و دروغ پراکنی و ترویج خرافات دروغ باعث رشد کردن همچین انگل‌هایی در جامعه شده. یه یهودی با امیرالمومنین هم مسیر شد. توی مسیری یهودی نشناخت که ای آقا علی ابن ابی طالب است. صحبت میکردن خب مولان با اون اخلاق علویشون زیبا هم مسیر شدن بشه. بین مسیر رسیدن به یه نهر آبی که بعد از این نهر عبور میکردن، پلی هم نبود. این یهودیه بلافاصله یه چوب باریکی برداشت، یه سیخ باریک انداخت رو آب، یه چیزی گفت، جفت پاها رو گذاشت رو این سیخ باریک، حالا همه این هیکل بدنش گذاشت رو این چوب باریک و این چوب هم مثل قایق رفت جلو، این هم رو سوارش بود داشت از رو آب رد میشد. کار عجیب. وسط های آب که رسید حافظ رجب برسی می نویسه یهودی بادی به غبغب انداخت و برگشت به امیرالمومنین گفتش که مرد عرب، اگر تو هم اون چیزی که من بلد بودم و بلد بودی کارو می کردی. یه پوزی آورد، یعنی علی پوز آورد. حالا آقا هم خوب گذاشت دو کاسهش، گفت اگر تو هم اون چیزی که من بلد بودم بلد بودی کارو می کردی. حضرت فرمودن مکانک واسطا. حافظ رجب برسی میمیسه امیرالمومنین پا رو گذاشتن رو آب، سار حجرن، آب شد سنگ، این طرف و اون طرفش، سار حجرن. آدرس کتاب اینه همه رو گفتم که خوب راحت گوش بدید. شد سنگ رفت جلو. خب یهودی خودش این کاره است، تا دید ای ما یه چوب انداختیم یه چیزی گفتیم مارا، ای آقا آب رو کرد سنگ، افتاد به قدمای مولا، گفت آقا شما کی هستید؟ بگید کی هستید آقا. گفت خب حالا قبل از اینکه من بگم من کی هستم بگو تو چی ولد بودی به ما پوز دادی؟ گفت حالا جلو شما بعد بگم دیگه آقا. من اسم اعظم الهی بلدم. گفت چیه؟ گفت یکی از اسماء وسیع پیغمبر آخر الزمان علی ابن ابی طالب. آقا فرمودن من خودم علیم.